توی این ویدیو میخوایم جواب عجیب و وحشتناک دنیا تو لایوش به سارن و سحر رو با هم ببینیم. دنیا سحر و سارن رو با خاک یکسان کرد. حتما داخل ویدیو جنجالی رو ببینید، مطمئنم کلی کیف کنید و لذت میبرید. آقا من اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. من 2 سال فقط امروز خوابیدم. اول اومد سحر لایف گذاشت، بعد سارن اومد جواب سحر و دنیا رو داد، لایف گذاشت، تو ویدیو قبلی گذاشتم. الانم دنیا اومده لایف گذاشته، جواب سحر و سارن رو داده و خیلی چیز عجیب و غریب بهشون گفته. حرف اضافی نمیزنم، لایک ویدیوتون نره، سابسکرایب شدم انجام بدید، عشق مایید بزنیم سراغ ویدیو. نداشتم که به این داستان و حرف و ریاکشن نشون بدم. احساس میکنم بهتره که راه خودم برم، سمت کار خودم باشه تا همه چیز ثابت بکنه، چون کنه خود تو زندگی همه هنرمندا مخصوصا توی فضای مجازی همیشه حواشی و شایعه و اینا بوده. بعد از این قرار باشه اگه همه ما بخوایم به هر کدوم از مسائل حواشی که برامون پیش بگه واکنش نشون بدیم، بعد تمام روز و وقتمون رو برای این کار بذاریم کنه. اما این بار خیلی داستان فرق میکنه، چون این خانم به واسطه کار هنریشون دنبال کننده و طرفدارایی داره که ممکنه خط فکری بخشی از جامعه رو علیه من مسموم کنه. ولی خب با اینکه این روزا هم خیلی درگیر کنسرت و آهنگ و همه این چیزا هستیم، نزدیک عیدم هست و تایم خیلی کمی دارم، واقعا نیاز دونستم که بیام چند دقیقه وقتتون رو بگم اونجا به سری داستان رو باهاتون صحبت کنم، این سری مسائل رو روشن کنم. ببین خانم، حرف‌های شما سرشار از تناقض بود. شما توی ویدیوهاتون میگین آدمی هستین که سرتون توی زندگی خودتونه. پس این کاری که الان دارید میکنید یعنی چی؟ این اتفاقی که الان داره میفته یعنی چی؟ مگه من تا به الان صحبتی در مورد شما کردم؟ شما گفتین که اسم من دنیا تازه. یه چیزی بگم، الان تایم کنسرت گذاری دم عید به شدت الان وقت بدیه واسه حواشی، مخصوصا واسه دنیا، چون سحر کاری که به دنیا کرد باعث میشه آلبومش، خیلی چیزای دیگه، کنسرتش فید بشه و اصلا تایم خوبی نبود. و یه جوری حس کنم دنیا الان اومده که کلا بگیره رو سحر بگه نداری اشتباه میکنی، و مطمئنم سحر جوابشو میده. اصلا اگه قرار بود کاری بکنه برای خودم میگه، پس چرا اطلاعاتی که از این بنده حقیر ناچیز کمترین دارین از دید شما میلیون ها دلار ارزش داره؟ بالاخره من ارزشمند هستم یا نه؟ من الان که دارم ویدیو میگیرم دیگه سعی میکنم با فکت صحبت کنم، نه چیزی که وجود خارجی ندارن. فالوور های من در اپلیکیشن رادیو جوان با وجود اینکه شما سالها قبل‌تر از من فعالیتتون رو شروع کردید و حمایت شدید بیشتر، تعداد پلی شک های هیچ شده من بیشتر، فالوور های من در اپلیکیشن رادیو جوان بیشتر با وجود اینکه شما خیلی وقت تر از من شروع به فعالیت کردید و حمایت شدید از سمت رادیو جوان. میدونم انجامتون چیه، پس رادیو جوان رو کلا میذاریم کنار، اصلا دیگه راجع به رادیو جوان صحبت نمی‌کنیم، میریم سراغ پلتفرم های دیگه. سابسکرایبر های یوتیوب بیشتر از شماست. من واسه گوگل و یوتیوب هم رابطه پنهانی دارم. اوکی، میگم شاید چون سن من از شما کمتر، انرژی بیشتره، انگیزه بیشتر و تمرکز بیشتری روی تولید موزیک، موزیک ویدیو، محتوا هم دارم، وقت گذاشتم برای کانال یوتیوبم، تونستم مخاطب جذب کنم، که البته به معنی که شما هم به نوبه خودتون موزیک ویدیویی دارین که خیلی پربازین. خیلی کلا توی بخش لایف داره جواب سحر رو میده و خیلی چیزای عجیب راجع به سحر گفته و خیلی هم فکت داره، ولی یه جایش میرسه که راجب سارن هم صحبت میکنه و من نمیدونم، یه سی بهم میگه اون سارن وحشی قرار بیاد و جواب دنیا رو بده و کلی حواشی دیگه قرار وجود بیاد. خوبه برات بگیم، پلی های ماهانه من در اسپاتیفای چندین برابر شماست. دوباره میرسیم به چی؟ ثابت پنهانی. البته اینم اضافه کنم دوستان، به هیچ عنوان داستان این نیستش که رادیو جوان الان اومده کنسرت و کارگردان و موزیک ویدیو و پر پول و پروداکشن و ست و لباس های مختلف و میکاپ آرتیست و عکاس و ست دیزاینر و اینا در اختیار من گذاشته، میگه دونی برو این کار اون کار اون. نه اینطور نیست. همین ویدیوی آخری که من همین تیزر آخری که مال کارتنی آهنگ جدیدم این قراره بیاد، همه اینا من با فکر خودم برنامه‌ریزی خودم جلو میبرم درست میکنم. اکثر ویدیوهایی که از من دیدین، عمو حسن، آبی آسمون، چیپس من بدم، مقرول، همه رو بی اکثریت ایده من خودم ایده دادم، خودم برنامه‌ریزی کردم، خودم اومدم مود بورد درست، خودم من همه کاراشو بردم جلو. اکثریت آرتیستا بیشتر همه آرتیستای فرصتو بهشون داده شده. ببین بحث من اصلا این نیست که شما من بهتری من شما بهترم، هر کدوم ما مخاطب خودمون رو داریم، شرف یا دو صد که ما با هم متفاوت بشه، اما من شما رو هیچ وقت مورد تمسخر قرار نمیدم. اگه کار شما سلیقه من نباشه، شما به عنوان خانه برای من کاملا قابل احترامی. اینا رو هم دارم میگم که یه مثال بزنم. ساسی سالها قبل از من کار کرده، توی کارش مهارت داره، همیشه هم بلد بوده چطوری توجه مخاطب رو جلب کنه و پلی بگیره. هزینه های پروداکشن های کارهای استسیم هیچ وقتی هم نبوده، بلکه از من چندین برابر بیشتر بوده. اینو خدایی فکت میگه، هزینه های موزیک ویدیو ساسی 300,000 دلاره. واقعا بشماتون میرزه واسه یه موزیک ویدیو چرت و پرت بخواد اینقدر خرج کنید؟ پولی که میتونید 1000 تا کار خفن‌تر باش بکنید دیگه. تبلیغات بیت وقتی بوشت باشه و کلی چیزای دیگه همچی کاری هم میتونی بکنی. ساسی رو انجام داده، پلی و ویو و کارهای ساسی همیشه من بیشتر بوده. آیا من کنار گذاشته شدم؟
مثلا این چیزی که ما همیشه خودم من ساسیو میبینیم ما روش میخندیم میگم ساسی فقط اصلا من بد رفتو تو یه موزیک ویدیو هفت ویدیو منه، من اصلا به اتفاقاتی که شما خودتون با اون لیبل دارین کاری ندارم، اما یاد بگیریم تو هر فیلدی کار میکنیم اگه یه روزی کنار گذاشته شدیم دنبال نقاط ایراد و اشکال خودمون بگردیم اونا رو درست کنیم، جایی که فکر کنیم یکی دیگه الان جای ما رو تنگ کرده. داستان تولد، آره روز تولدتون عکس و فیلم ازش هست، همین اونا رو خود من گرفتم. با توجه به گاردی که شما نسبت به من داشتین که تمام دوستان و حتی خانواده خودتون مامان خودتون با من راجع به این مسئله صحبت کرد تو کنسرتی که گفتین منو دعوت کردین ولی من خودم اومده بودم کنسرت شما، کسی من دعوت نکرده بود که بخوام یه رابطه ای رو با شما شکل بدم، اوکی دوستی به وجود بیارم، اما اینطور نشد. شاید چرا شاید چون شما نخواستین. من به شما پیشنهاد همکاری دادم چون اون زمان فقط با وجه هنری شما روبرو بودم، شناخت کافی شخصیت شما نداشتم. تکلیف شما من روشن نیست، من مهم هستم یا نیستم؟ اگه دوست نداشتین کنار من کنسرت بذارید پس چرا نقاب زدین این کار رو انجام دادید؟ اگه من در پلتفرم قدرت زیادی دارم چرا پیشنهاد همکاری که خودم بهتون دادم رو رد کردید؟ اگه من سوگلی پلتفرم هستم چرا شما رو مجبور نکردن که باید با هم فیت داشته باشید؟ پشمام بچه خیلی عجیب داره میشه. لایو سحر رو با هم دیدیم، لایو سار رو با هم دیدیم، لایو دنیا هم داریم میبینیم. من اینجوری میتونم بگم که هر ستشون دارن حق میگن و هیچ کی دروغ نمیگه. واقعا کاش میشستن جلوی هم دیگه میفهمیدیم قضیه چی و چه اتفاقایی داره میفته، داستان اینجا تموم نمیشه، خیلی جالب تر هم میشه. مثل کنسرتی که به قول شما به اجبار به شما گفته شده بعد من اجرا کنید، نه تاثیر نه قدرت سوگواری پلتفرم که با جواب نه به همکاری شما که با جواب نه به همکاری دوستان شما کنار برید. اگه مهم نیستم چرا چند روز بخش زیادی از استوری ها و لایف های شما فقط در مورد منه؟ چرا اگه دوست نداشتید در کنار من اجرا داشته باشید، اگه من اینقدر کوچیکم و اصلا در حد شما نیستم، چرا خردتون برای من لباس فرستاد که مثلا عکس بگیرم استوری کنم؟ که این کارام کردم، اتفاقا من عکس گذاشتم استوری گذاشتم و تگشون هم کردم. شما تو لایوتون دارین به من از انسانیت میدین؟ احترام بزرگتر اصول من رفتار متقابل هست خانم، فارغ از هر چیزی. وقتی کسی در مورد من به مردمی که من صبح تا شب واسه همه مردم دارم زحمت میکشم اطلاعات غلط میده، نه کوچیک و بزرگ برام مهمه، نه زن و مرد برام مهمه، نه جایگاه طرف برام مهمه، محکم میام جلوی خودم دفاع میکنم دیگه، حداقل این حق رو من دارم که خودم دفاع کنم دیگه. آره اینجا جالب شد که جفتشون میتونن حرفشون رو بزنن، فقط من چیزی رو نفهمیدم، کی الان داره به اون یکی بی‌تربیتی میکنه؟ چون جفتشون میگن تو بی‌تربیتی کردی، سهر میگفت دنیا ببین لحنشو ببین چجوری داره توهین میکنه، دنیا هم الان داره میگه لحن شما بد. واقعا نفهمیدم لحن کدومشون بد بود، به نظر من جفتشون لحنشون درست بود و خیلی هم اوکیه تو یه حواشی همچین جوری. بعدتر هم بعد تازه به هم فوش میده. بله توی وایس ناراحتم، عصبانی ام، پرخاشگرم، که این یک چیز کاملا طبیعیه وقتی کسی باعث رنج شما شده، باعث ناراحتی شما شده. من چندین سال خانم از سمت افرادی مثل شما، آرتیست هایی مثل شما و طرفدارشون دارم مورد حمله قرار میگیرم، من دارم تو سوشال مدیا بولی میشم از دست شما. شما که درس از انسانیت میدید، وقتی همکار شما هم جنس شما مثلا وقتی یک انسان رو اینقدر اذیت کردید، وقتی وایس هاشو دارید گوش میدید که اینقدر ناراحت عصبانی ناراحت شما میبینید میخندید، لذت میبرید از اینکه یه آدم رو اینقدر دلگیر کردین. شما که احترام بزرگتر اصول انسانی براتون در اولویته به عنوان یک پیشکسوت، به قول خودتون هنوز نمیدونید اگه با کسی به هر دلیلی چه حق با شما باشه چه مشکلی، این مشکل فقط بین شما دو نفره. خانم شما هیچ عنوان حق ندارید راجع به خانواده من و تربیت خانواده من اظهار نظر کنید. در همین چند روز گذشته جالب شد، میگم سحر تو اون لایو گذشته بود راجع به خانواده دنیا حرف زده بود، میگفت خانواده‌اش دیگه تربیت شخصی نداره رو از اینجور صحبت‌ها، و تو اون وایسایی که گوش میداد دائم داشت به دنیا میخندید. یه ویدیو اومده بود زبان بدن سحر بود، نشون میداد که فقط مثلا زبان بدنش اینجوری بود که داشت دنیا رو مسخره میکرد، یه جوری به سخره میگرفت، یه جوری نگاه بالا به پایین، و باحال بود واسم. نمیدونم حالا چقدر این ویدیو زبان بدن باحال و فکته، ولی خب میگفتن آره یه همچین نگاهی داشته سحر به دنیا که بگی یعنی مثلا من از تو بهترم. افراد زیادی که با شما سابقه همکاری داشتن برای من اسکرین شات و چیزهایی فرستادن که همشون فقط به من این رو نشون داد که هیچ کدوم خوشحال و راضی نبودن از اکسپریانسی که با شما داشتن. این نتیجه کلی بود که من گرفتم. اسمشون رو نمیارم، اسکرین شاتشون هم نمیذارم بدون اجازه. اگه روزی اجازه دادن خودشون خواستن حتما، اما شاید بهتر باشه یه مقدار تو رفتارتون تجدید نظر کنید که یه مقدار به خوبی از شما یاد بشه. برگشته میگین توی استوریتون که 7000 شب اجرا داشتید، مینیمم دستمزد شما برای هر اجرا چقدر خانم؟ 10000 تا 5000 تا 1000 دلار. بگیم 1000 دلار هستن. مینیمومش حساب می‌کنیم. اگه برای هر 7000 اجرا 1000 دلار گرفته بودین، الان به 7 میلیون سرمایه داشتید دیگه. فکر کنم این خود شمایید که میلیون دلاری هستین، میلیون دلار ارزش دارین. پس چرا برای در کنار قرار گرفتن من و کنسرت مشترک دلیل شما فقط نیاز مالی بوده؟ چندین ساله که در مورد رابطه پنهانی من با افرادی میگم
این دنیای اون دنیا عصبانی است. سارنه سارن آرومه بود، دنیای دنیا عصبانی، دنیایی که خیلی پر انرژی بود الان عصبانیه، زده به سیم آخر، داره راجب رابطهش رادیو جوان و همه چی میگه. الان راجب رابطهش با رادیو جوان و سارن هم خیلی صحبت عجیبی میکنه. من با یه نفری رابطه های پنهانی دارم و همه راجبش حرف میزنم. چند ثانیه وقت میذارم تا خیلی ساده جواب سالها وقتی که گذاشتید رو بگیری. تو تمام این سالها تا حداقل یک سال، یک سال و نیم پیش، عکس های من رو پاردارم توی اون دوران داخل اینستاگرام هم بوده، توی یوتیوب بوده، تو تیک تاک بوده، یه سرچ ساده تو گوگل هم بکنید همه چی در دسترسه. در صورتی که این آدمی که من باشدم اصلا هیچ جوره اصلا کارش به موزیک ربطی نداشت. تو مارکت های خارجی خواننده‌های سطح خیلی بالاتر از ما با لیبل های خیلی زیاد متفاوت کار میکنه. آیا همیشه همکاری بین کمپانی های خواننده در کل دنیا تا ابد ادامه داره؟ اختلاف نظر بوده، سلیقه بوده، همیشه بوده و هست. در بیشتر موارد همکاری که یه روزی تموم میشن به خاطر همین اختلاف نظر و اینا بوده. به جای این کارا ممنون میتونیم باشیم از هر کسی که روزی در گذشته برای دیده شدن ما تلاش کرده، حتی اگه منفعت خودش هم اون وسط یه چیزی خودشون هم یه منفعتی از این داستان میبردن. خانم سر، من برای شما و افرادی مثل شما که آرتیست های دیگه که مثل شما میگن اطلاعاتی راجع به من دارن که میلیون ها دلار ارزش داره هر... اینجا که کلن دنیا داره جواب سارن رو میده. از اینکه بگذاریم چقدر دنیا رو این اون حرف سحر قفل کرده. اون حرفی که سحر زد گفت یه سری اطلاعات ازت دارم که میلیون دلاری ارزش داره و گفتم خیلی ترساکه وقتی یکی تهدیدت کنه میگه یه چیز ازت دارم ولی نمیدون چیه. و الان دنیا خیلی روی قفل کرده. من نمیدونم واقعا قضیهش چیه. ها و توته ها و چیزهایی میدونن که یک روزی میخوان راجعش صحبت کنن و میلیون ها دلار ارزش داره بیشتر دارن. چون خودتون 4 میلیون فالوور تو اینستاگرامتون دارین. اگه بخوایم بگیم اون یکی افرادم فالوورش رو در کنار شما بذارن 5 6 میلیون فالوور میشه. دیگه مینیمم یکی 2 میلیون نفر از این فالوورها اوکی ان نفری 1 دلار به شما بدن دیگه. شما بین وبسایت بزنین. از این افراد کمک بخواید که از 1 دلار شروع شه بیان دونیت کنن به این وبسایت. شما یه درآمد میلیون دلاری در میارین. اصلا پلتفرم خودتون هم بزنین. اصلا کارتون از همونجا پخش کنین. دیگه فکر نکنین که زیرای شما رو تنگ کرده. اوکی؟ اما در ازاش وظیفتون بیاین اون اطلاعات میلیون دلاری که در مورد من دارین رو به مردم بگین که هم خودتون راحت شین، هم من بدونم این چیه که همه شما میدونید من نمیدونم، هم مردمی که براشون سوال شده این داستانا جواب سوالشون رو بگیرن. آقا این دنیا اون دنیا نیست. دنیا خیلی اصلا عصبانی شاکی. من مطمئنم سحر عصبانی تر از دنیا، ردی تر از دنیا میاد جواب دنیا رو میده. و به نظرتون اون اطلاعاتی که میگفت فاش میکنه اون فاش میکنه؟ هم میلیون دلارتون رو گرفتین. اون چیزی که فکر میکنید ارزش، اون چیزی که میگین دیگه، میگین میلیون دلار ارزش داره، چیزی که من میدونین اونو میگیرین، همون راحت میشین. نه در آخر آخر آخرام بعد واقعا تشکر کنم از همه طرفدارام، همه کسی که تو این دوران منو حمایت کردن، اومدن گوش دادن، موزیک ویدیوامو دیدن، کنسرتام اومدن، تو خیابون منو دیدن، اومدن سلام کردن، با هم حرف زدن، بغلشون کردن، کلی لذت بردم. همتون واقعا خیلی ماهین، واقعا خیلی دوستتون دارم، تک تکتون رو خیلی عاشقتونم. و اگه تا همین الان جلو دوربین نشستم به خاطر شماها بوده و اتفاقاتی که داره برام میفته و حرفایی که افرادی مثل ایشون میزنن، تهمتایی که داره به من زده میشه، به هیچ عنوان هیچ تأثیری روی کار من نداره، به هیچ عنوان کار منو کند نمیکنه و باعث نمیشه من بخوام گیواب کنم که هیچی، باعث میشه من انگیزه به شدت بیشتری بگیرم، قدرت به شدت بیشتری به دست بیارم واسه اینکه کارهای بهتری بدم بیرون و ایده های خیلی خفن تری تو ذهن من باعث میشه به وجود بیاد. عجیب شد. مرسی، مرسی از همگی. عیدتون هم پیشا پیش مبارک و همه اونایی که منو دوستم دارین، منم خیلی دوستتون دارم. لوف یو. بچه‌ها ویدیو امروز حتما حتما ویدیو لایک کنید، سابسکرایب بشن، یادتون نره نوتیفیکیشن همون کنید تا اول فرصت در خور حواشی دنبال بکنید. به ازتون حق با دنیای یا سحر. من اصلا گیج شدم و واقعا نمیدونم چی بگم. من فقط میخوام برم بخوابم، دارم با بیخوابی میمیرم. عشق منی، تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.